بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام خدمت شما شاگردان عزیزم. همه‌تان خوب و سلامت و سرحال هستین انشالله؟ خب الحمدلله. با درس امروزتان خوش آمدین. امروز من مهمان خانه های شما هستم با یک درس جدید از کتاب کیمیای صنف 12. بله، مخاطب این لحظه من شاگردان صنف 12 هستند. شاگردان عزیزم، شما عزیزانی که کانکور پیش روی دارین، بسیار باید با دقت درس ها را گوش بکنید، چون زحمت زیادی باید بکشین، چون شما میخواین که مخیر آینده ایتان رقم بزنین. بنابراین با دقت درس ها را گوش بکنید. بسیاری از موضوعات در این درس ها گفته میشه، بسیاری از نکات ریز اشاره میشه که حتما انشالله که در کانکور به دردتان میخوره. خب شاگردای عزیزم، در درس گذشته اگر یادتان باشه و اگر تکرار کرده باشین و کار خانگیتان هم انجام داده باشین، ما با گروه های وظیفوی آشنا شدیم. گروه های وظیفوی را تقسیمات کردیم و 5 گروه اصلی و همچنان نام و نام و ساختمان هر گروه وظیفوی را هم ما و شما یاد گرفتیم. خب انشالله که دو تقسیم بندی رو شما تمرین کرده باشین و تمام گروه های وظیفوی به چشمتان آشنا باشه و یک ذهنیت درباره گروه های وظیفوی پیدا کرده باشین. امروز ما و شما میخواییم چه کار بکنیم؟ امروز ما میخواییم که دو گروه وظیفوی را در واقع مشخصاً درباره ویژگی هایش معلومات به دست بیاریم و اینکه چگونه در ساختار هایدروکاربون ها قرار می گیرند و مشتقات هایدروکاربون ها را به وجود میارند. شاگرده عزیزم، امروز هدف ای هست که شما دو گروه وظیفوی هلایدی و هایدروکسیلدار را در واقع باش آشنا شوین. خب آشنا قبلا در جلسه گذشته شدین. امروز میخواین که یک مقداری طرز عملش را بهتر بشناسین. چطور کار میکنه؟ چطور اصلا این گروه های وظیفوی شکل میگیرند؟ و مرکباتی که این گروه های وظیفوی در واقع در ساختارش وارد میشن، مشتقات هایدروکاربون ها چه نامیده میشوند؟ پس امروز هدف ما همی چیز هست. شما در پایان درس امروز باید هم با ویژگی های گروه های وظیفوی هلایدی و هایدروکسیلدار آشنا شوین و همین که چگونگی قرار گرفتن اونها رو در ساختار هایدروکاربون ها انشالله خوب باش درباره شناخت پیدا بکنین و انشالله که مشکلی نخواهید داشت. خب شاگردای عزیزم، صفحه 42 و 43 کتابتان را باز بکنین که مربوط درس امروز ما میشه. خب هر درسی را که من برای شما اینجا ارائه میکنم، صفحهش را خدمتتان ذکر میکنم، چون شما صفحه را مون لحظه باز بکنین و پیش رویتان باشه که بعدا دنبال صفحه درس نگردین. همون لحظه همزمان با این که من درس خدمتتان تشریح میکنم، شما صفحه کتاب هم ببینید، میشه که جایی مشکلی باشه، سوالی براتون پیدا شه و یک انگیزه برای بهتر کار کردن شما میشه. خب شاگردای عزیزم، میریم سراغ گروه های وظیفوی هلایدی و هایدروکسیلدار. اول میریم سراغ گروه های وظیفوی هلایدی. خب گروه وظیفوی هلایدی، مرکبات عضوی که دارای گروه وظیفوی هلایدی هستند، فرمول عمومیشان این شکل هست. شده دیگه نازنیم RX. R یک بقیه عضوی هست یا یک بقیه هایدروکاربونی هست و X هلاید هست. چی هست؟ همون هلایدی که در واقع یا هالوجنی که آمده چیکار شده؟ خب هالوجنی که جای گرفته در ساختار هایدروکاربون. این ما میگیم بقیه عضوی. حالا من شما تمرین کار میکنم و انشالله بهتر آشنا میشین. خب اولی که خب این هالوجن ها چگونه میرن وارد ساختمان یک هایدروکاربون میشه؟ هالوجن ها رو شما باش آشنا هستین. به صورت دو اتمی در طبیعت وجود دارن، یعنی مولکول هایشان دو اتمی هست. هالوجن ها رو به صورت یک اتمی شما پیدا کردن نمیتونین. مثل مثلا گاز کلورین. خب گاز کلورین Cl2. خب گاز کلورین شاگردای نازنین اقسیم با هم رابطه دارن.
یک کلورین با دیگر کلورین رابطه یگانه داره. چرا؟ چون کلورین در گروه هفتم موقعیت داره و در قشر آخرش هفت الکترون داره و فقط یک الکترون کمبود داره که اوکتت شود. خب بنابراین هر اتم کلورین یک الکترون را مشترک میگذاره و رابطه یگانه را میسازن. این رابطه یگانه شاگرده عزیزم از دو الکترون ساخته شده، یعنی همیشه دو الکترون با هم یک رابطه یگانه را میسازن. خب ابتدا هالوجن های مثل کلورین در معرض یک منبع انرژی، حالا میتونه نور باشه یا هر منبع، مولکول های مثل کلورین در معرض یک منبع انرژی مثل نور قرار میگیرن و این باعث میشه که این انرژی باعث میشه که رابطه بین کلورین کلورین بشکنه، اما این رابطه به صورت همولوتیکی میشکنه. در صنف ده شما خواندین که ما روابط رو یا به صورت هترولوتیکی جدا میکردیم یا همولوتیکی. همولوتیکی یعنی زمانی که این رابطه به طور مساویانه بشکنه، هر اتم کلورین الکترون خود بگیره. خب این به چه شکل میشه؟ به این شکل میشه کلورین کلورین. خب میشه که ایره من پایین تر هم بنویسم به خاطر ایسی که شما بهتر ببینید در اینجا بنویسم. خب میشه کلورین کلورین، یعنی وقتی رابطه بشکنه دو اتم کلورین و هر اتم کلورین دارای یک الکترون چی میشه؟ طاقه میشه. خب ببینید شاگرده عزیزم، اتم هایی که این گونه باشن، یعنی دارای الکترون های طاقه باشند، اینها فعال میشند و اینها رو ما به نام چی یاد میکنیم؟ رادیکال ها یاد میکنیم. خب تا زمانی که یک ذره به رادیکال تبدیل نشه، فعال نشه، نمیتونه وارد تعامل شود. خب وقتی که کلورین به این شکل تبدیل شد، حالی میتونه میره وارد ساختار هیدروکاربن میشه. مثلا من یک هیدروکاربن رو مینویسم میتان، خب CH4 و این CH4 رو به صورت ساختمان چیشه ما برای شما عزیزان رسم میکنم در اینجا کاربن، هیدروژن 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 هیدروژن. ببینید یک چی رو ما برای شما رسم کردم، میتان را که دارای چی هست؟ چهار اتم هیدروژن در اطراف خودش هست. خب این رو من اینجا به صورت چی نوشته میکنم؟ CH4 فرمول مشرحش هست، فرمول مولکولیش هست. خب جمع چی میشه؟ جمع کلورین میشه، Cl2 نوشته میکنم یا به این شکل. خب اینجا بر اثر یک انرژی مثل نور این رابطه میشکنه و هر کدام از یا چی کار میکنن؟ یک الکترون طاقه پیدا میکنن به این شکل میشه. خب بعد یک کلورین میای جای یک اتم هیدروژن را میگیره، اتم هیدروژن میای جای از این کلورین را میگیره، به این شکل تبدیل کن صورت میگیره. خب اگر اینو ما به صورت مشرح برای شما نوشته کنم شاید بهتر یاد بگیرید. اینو مشرحش نوشته میکنم با وجودی که در بالا هم نوشته کردم، خب بازم نوشته میکنم چون من شما شاگردای بسیار زیاد دوست دارم، میخوایم درس عمیق یاد بگیرید. خب جمع CL CL. خب این رابطه گفتیم مشکنه، از اینجا اینجا این رابطه را مشکنانیم. خب وقتی که این رابطه شکست شگرده عزیزم، باز چه اتفاقی میفته؟ خب کلورین اینجا رابطه کربن هیدروژن هم مشکنه، این رابطه هم مشکنه. کلورین میایه جای از این هیدروژن میگیره، هیدروژن میایه جای از این کلورین میگیره. چی را تشکیل میده؟ قسم CH3Cl خب کلورومتان و HCl تشکیل میشه. ببینید کلورین آمد جای هیدروژن گرفت، CH3Cl به وجود آمد و هیدروژن میره جای کلورین میگیره، HCl هم میسازه. درست شد؟ خب به این ترتیب گروه وظیفوی هلایدی اول به این سیستم تشکیل میشه، تبدیل به رادیکال میشه، بعد رادیکال ها حمله میکنن به یک هیدروکاربن و میاین در واقع به جای هیدروژن یک هیدروکاربن قرار میگیرن و به این ترتیب الکایل هلاید ها را میسازن. این ما به نام چی میگیم؟ به نام میتایل کلوراید. خب به نام چی میگیم؟ میتایل کلوراید، میتایل کلوراید. CH3 رو به نام میتایل یاد میکنیم، میتایل کلوراید جمع HCl یا هیدروکلوریک اسید میسازه. خب همین میتایل کلوراید یک نام دیگه هم داره به نام الکایل هلاید، الکایل هلاید. خب پس یاد گرفتیم که زمانی که
گروه وظیفوی هالوجنی یا هلایدی وارد ساختار یک هیدروکاربن میشه، مشتق هیدروکاربونی که به وجود میآید به نام الکایل هلاید یاد میکنیم. آسان بود نه؟ خیلی آسان است. اصلا شما هیچ مشکلی ندارین. من بر شما تضمین میکنم که خیلی خوب یاد گرفتید. خب شاگرد عزیز، میریم سراغ گروه وظیفوی دیگه چی؟ هیدروکسیلی. یاد داشت میکنیم گروه وظیفوی هیدروکسیلدار. خب میخوایم ببینیم گروه وظیفوی هیدروکسیلدار چه هست. مرکبات عضوی که گروه وظیفوی هیدروکسیلدار را داشته باشند، فرمول عمومیشان این قسم هست شاگرد عزیزم، ROH و یا چی هست اینا؟ الکل ها هستند. آفرین، الکل ها هستند. خب در اینجا R باز هم بقیه عضوی هست، مثلا میتایل در اینجا که گفتیم. خب و OH گروه وظیفوی هیدروکسیلی هست. خب الان ببینید که ما مثال بر از کار میکنیم، شما در مثال را بهتر. اول ما گروه هیدروکسیل را اینجا جدا میکنم. گروه هیدروکسیل و این قسم هست شده OH. ببینید یک رابطه آزاد داره یا یک الکترون تاقه داره به این شکل، و اینجا هم رابطه بین اکسیژن هیدروژن این به این شکل هست. گروه هیدروکسیل میبینید اکسیژن باید دو رابطه برقرار بکنه، یک رابطه رو با هیدروژن برقرار میکنه و به جای رابطه دیگهش در واقع یک الکترون دیگهش بدون اینکه رابطه برقرار کنه میمانه، و این رو ما گروه چی میگیم؟ هیدروکسیل. خب گروه وظیفوی هیدروکسیلی. خب حالا مثال ما برای شما کار میکنم، مثلا CH3 همون مثالی که پیشتر در اونجا کار کرده بودیم، H. خب این در واقع این گروه هیدروکسیلی میآید جمع گروه هیدروکسیلی میشه به این شکل. خب اکسیژن H. چه اتفاقی میفته شاگردای عزیزم؟ خب حالا اینجا حتمی مربوط یک ماده مرکب میشه دیگه. حالا ماده مرکب ما هر چیز که میتونه باشه. خب من اینو مستقیما بر شما اینجا نوشتم میکنم که این می به این شکل OH. ببینید هیدروژن به جای کرد، خودش آمد به جایش و این مرکب می سازه. این مرکب رو ما به نام چی یاد میکنیم؟ میتانول. به نام میتانول. یعنی نول که در آخر نوشته میکنیم در واقع پسوند برای الکل ها هست. مثلا اگر ایتانول داشته باشیم، پروپانول، بیوتانول، چی هست؟ مربوط الکل ها هست. خب یعنی گروهی که شما در اینجا میبینید شاگردای عزیزم که من اینجا برای شما مشخص میکنم، گروه رو دقت کنید. اگر ما اینیم کاربونی که با یه گروه هیدروکسیل متصل هست، خب این رو من این قسم جدا بسازم. خب این گروه را با هم به نام کاربینول یاد میکنیم. گروه چی؟ کاربینول. درست شد؟ خب این گروه را ما مثلا به این شکل میتونیم شکلیم، کاربون او اچ. خب یک دست آزاد، دیگر دست آزاد. این گروه را ما به نام گروه چی یاد میکنیم؟ کاربینول. اگر کاربونی که مربوط به گروه کاربینول میشه، خب این کاربون اگر با یک اتم کاربون دیگه در ارتباط باشه، خب مثلا یک قسم اینجا یک اتم کاربون دیگه باشه در میتانول، یعنی الکل رو به نام الکل اولی میگیم، الکل اولی. اگر این گروه کاربون گروه کاربینول با دو کاربون دیگه در ارتباط باشه به این شکل، یک کاربون اینجا، یک کاربون هم اینجا، خب خب این ما میگیم الکل دومی شاگردای عزیز، الکل دومی. و اگر این کاربون با سه کاربون دیگه در ارتباط باشه و این قسم ببینید روابط کاربون هم تکمیل میکنیم. خب این نوع الکل را که گروه کاربون گروه کاربینول با سه کاربون دیگه در ارتباط باشه میگیم الکل سومی. خب چطور بود درس امروز؟ آسان بود؟ آفرین، مطمئن هستم که برای شما آسان است چون شاگردای درس خانه هستین. خب یک جنبندی از درس امروز میکنیم. درس امروز ما در رابطه با گروه های وظیفوی هلایدی و هیدروکسیلی بود.
گفتیم که اگر گروه وظیفوی هلایدی وارد ساختار هیدروکربن ها شود، الکایل هلاید ها را می سازه که فرمول عمومیش هم RX هست. X میتونه که یکی از هالوجن ها باشه، مثلا کلورین باشه، فلورین باشه و برومین یا آیودین باشه. و اینکه چگونه هلاید می آید وارد ساختار هیدروکربن میشه، گفتیم ابتدا این هالوجن ها به صورت همولوتیکی رابطه ایشان میشکنه و هر اتم هالوجن یک الکترون خود میگیره و میای حمله میکنه به ساختمان یک هیدروکربن، چون رادیکال شده، چون فعال شده و به جای یک اتم هیدروژن میشینه و یک قسم الکایل هلاید ها را میسازه. همچنین گروه وظیفوی هیدروکسیلدار را گفتیم که مرکبات عضوی که دارای گروه وظیفوی هیدروکسیلدار باشه به نام الکل ها یاد میکنیم، فرمول عمومیش ROH هست. و همچنان خب ایرک مقداری مرابط چیشه؟ اکسیژن باید هم اندازه هیدروژن باشه. خب این گروه وظیفوی را به نام هیدروکسیل یاد میکنیم. مرکباتی که میساز الکل ها هست، مثل میتانول. خب هیدروکسیل به جای یک اتم هیدروژن 6 تا میتانول ساخته. گفتیم که اگر ما این کربونی که به گروه هیدروکسیل متصل هست باش یک جای در نظر بگیریم، گروه کاربینول را میسازه. و اگر این کربن گروه کاربینول با یک اتم کربن دیگه در ارتباط باشه، الکل اولی را میسازه. اگر با دو کربن دیگه در ارتباط باشه، الکل دومی. و اگر با سه باشه، الکل سومی را میسازه. خب امیدوارم هستم که درس امروز را خیلی خوب یاد گرفته باشین، تمرین بکنین انشالله. کار خانگی مش دارم برای درس بعدی شما. برای جلسه بعدی شما در صفحه 44 کتابتان بخش فعالیت دارین. شاگردای عزیزم نوشته کده که به فرمول‌های زیر دقیق شده نوع الکل اولی، دومی و سومی آن را تشخیص کنید. خیلی آسان است، شما یاد گرفتین دیگه. خب شما برای اساس موضوعاتی که امروز یاد گرفتید انشالله این فعالیتتان هم انجام بتین. امید ایره دارم که انشالله در جلسه آینده شما را سرحال و پر انرژی ببینم. در کنار خانواده هایتان سلامت باشین. خدا نگهدارتان.